خیلی ممنون. مرسی. متشکرم. خیلی ممنون. مرسی. خیلی ممنون. متشکرم. خیلی ممنونم. خیلی ممنونم. مرسی از لطفتون. به نام خدا سلام عرض میکنم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوش آمدین. خیلی ممنونم از حضور گرمتون و امیدوارم شب خوبی در کنار هم داشته باشیم. امشب یه کمی راجع به همدم میگیم اسمشو. میگیم همدم. راجع به همدم صحبت کنیم. دل بستن به روش‌ها و سبک‌های قدیمی گاهی میتونه عوارض جبران ناپذیری رو به دنبال داشته باشه. یعنی اگر خودتون رو آپدیت نکنین، بالاخره یه جایی چوبشو میخورین. مثال میزنم، اهل ازدواج نیستین یا پشیمون شدین از ازدواج یا ازدواج نمیکنین یا هرچی، باید از روش‌های جدید برای کات کردن استفاده کنین. من لیاقت تو ندارم، من برات خیلی کمم، تو کنار من حیف میشی، اینا دیگه تاریخش منقضی شده. این آخرین بار حدود مرداد مثلا سال 83 جواب داده. الان تا شروع کنی اینا رو بگی اشک تو چشمای طرف جمع نمیشه که هیچی. کلمه خودتی رو هم تو چشماش میبینی. الان باید صادقانه بشینید روبروی طرف و راستشو بگید. البته چون این حوادثی به ندرت رخ میدن، الان دیگه خدا رو شکر همه با هم دوست معمولی هند. من اصلا نفهمیدم هیچ وقت دوست معمولی یعنی چی؟ یعنی دوست غیر معمولی چجوریه مگه که دوست معمولی؟ از نظرات شما بخونیم. امروز نمیدونم جواب کدوم کار خوبم رو گرفتم، رفتم تخمه خریدم، یه دونه پسته توش بود، خدایا ممنونم. اگه مشکل ترک پوستی یا تیرگی دارین سیب بخورین، ریلکستون میکنه، نمیذاره خیلی به این چیزا فکر کنین. مدیری برنامه دیگه به درد نمیخوره. مدیری اسکندر مقدونی رو دعوت کن. مدیری برنامه خیلی به بابام میسازه، تا شروع میشه قبل از خوردن قرص خوابش چشماش میره. خواهش میکنم هر شب پخش شو. به بابام گفتم فانتزی داری؟ گفت زبان ما اصلا این نونا نبود، همش بربری بود. در هزاره سوم بشر با سه مسئله اساسی دست و پنجه نرم میکنه: مسئله خاورمیانه، مسئله ویروس ها، مسئله همدم. در دو مورد اول که خب برنامه های تخصصی زیاده، ما ورود نمی کنیم، بلد نیستیم، ولی در مورد سوم چون برنامه تخصصی نداریم ما ورود میکنیم. انسان ذاتاً نیاز به همدم داره. هیچی هم مثل ازدواج نیاز به همدم رو برطرف نمی کنه. توضیح میدم. ساعت 8 شب به دوست متأهلم زنگ زدم، با صدای گرفته گفت الو. گفتم خواب بودی؟ گفت نه، نه که از صبح حرف نزدم، صدام یکم گرفته است. مرد یعنی طی 12 ساعت گذشته هنوز وقت نکرده بود دو تا جمله بگه. در این حال اینجوری هم نیست که همدم حرف بزنه و شما هم در عوالم خودتون سیر کنین، چون یه جاهایش یه سکوت کوچولو میده، یه ثانیه وقت داری که یه صدایی از خودت منعکس کنی. لحن صدا باید متناسب با آخرین جمله همدم باشه. مثلا میگه امروز رفتم اون مغازه کفش فروشیه بود پریشب بهت گفتم، یه سکوت میده، اینجا باید بگی اه که یعنی تعجب کردی. میگه اون پاشنه بلنده که میخواستم رو پشت ویترین داشت، سکوت میده، اینجا باید با لحن تحسین آمیز بگین آهان. بعد یهو رکب میزنه، میگه ولی خود فروشنده نبود، اینجا باید با افسوس بگی نه بابا.
چه بسیار مردانی که در طول روز فقط به اندازه 4 تا اهم، چند تا ای و 2-3 تا نبابا شنیده میشن. بعد خانم ها هی میگن که مردا هرچی سنشون میره بالا بازم بچن. اگه اینطوری باشه که خب اصلا این کار شما مصداق کودک آزاریه واقعا. حالا تا بوده همین بوده، اصلا بی خود نیست که میگن متکلم وحده تش یه هه مؤنث داره. تا حالا شنیدین بگن متکلم وحده؟ میگن وحده. یه خانم یه آقا کل سالن من چیکار کنم الان؟ چشم چشم خانم شما بفرمایید و آقا شما بفرمایید. چشم چشم من اینجا، من اینجا. بچه‌ها سوت هم دارن، دیدین سوت میزنن لاش. آقا خسته نم شغل شما. سلام خدمت شما و حضار محترم. بنده کارشناس فروش هستم. به به. شما قربان. سلام. من دانشجوی داروسازی. دانشجوی داروسازی، خیلی هم عالی. بزرگترین کشور تولید کننده فیلم در جهان؟ آمریکا. آمریکا. هند. هند. روزی 80,000 تا فیلم میسازن. چه چیز عجیبی. نخستین آلیاژی که بشر اختراع کرد؟ فولاد. توی چیز فکر میکنم آلومینیوم. مفرق. نخستین اروپایی که هند رو فتح کرد؟ من نمیدونم. جیمز کوک نبود؟ جیمز کوک. اسکندر مقدونی. یه خانم در روز به چه مقدار کالری نیاز داره؟ من خیلی اهل کالری نیستم آقای مدیری، اطلاع ندارم. شما که اهل کالری هستین، یک آقا در روز به چه مقدار کالری نیاز داره؟ 14 فکر کنم کیلو کالری، اگه اشتباه نکنم، اگه خیلی زیاد نگم. 14 کیلو کالری؟ 2500 کالری. خیلی زیاد. کتاب ثریا در اغما؟ نویسندش رو بگم؟ نمیدونم. من خیلی سوالای دیگه ای آماده کرده بودم، یعنی اومدم اینجا بگم پزشکی بپرسین، تاریخ بپرسین، مثلا به غیر از فاتح هندوستان که اسکندره و خیلی چیزای دیگه. پزشکی و تاریخ. آره بپرس. اصلا خودم چند سوال براتون آماده کرده بودم بگم. آستامینوف تاریخ بپرسم. آستامینوفن از کجا میفهمه که کجای آدم درد میکنه؟ خب این خیلی جالبه. اتفاقا چون تیتر رشته خودمونه، اینو میخوام بگم که ببینید، ما هر دارویی که میخوریم یه سری دینامیک داره، یعنی وارد بدن میشه، داخل جریان خون میشه و روی اون گیرنده هایی که مختص خودشه، یعنی یه ارتباط شیمیایی بین اون گیرنده و اون دارو هست، میره اون جایی که بهش احتیاج هست اثر میذاره. یعنی یه پیچیدگی خاصی برای بدن هستش که این تشخیصا رو انجام میده. این که میگن آستامینوفن کجا میفهمه بدنمون درد میکنه، یه سری گیرنده درد رو میاد کنترل میکنه، التهاب رو کم میکنه و اون کم کردن التهاب باعث چیز میشه. خیلی هم. از شما سوال چی بپرسم؟ ایشون داروسازن و داروسازی میخونن. شما کارشناس فروشه؟ تولید کننده در واقع ستاپ باکس تلویزیون. ستاپ باکس برای تلویزیون. خب این خیلی فنیه. من سوال الکترونیک باید بپرسم ازت. خازن چیه؟ چی کار کنم؟ خیلی خوب. تاریخی فرمودین. آره بپرس. منم چند تا دارم براتون، ببین میدونید داری برام ها. منم دارم براتون. کامنت کردم چند تا یه دونه. میخوام بپرسم چیزه، تو جنگ جهانی اول 3 تا قدرت ابرقدرت هم دیگه، روسیه و پروس و انگلستان، این پادشاه ها با هم چه نسبتی داشتن؟ چرا الان بعد از من سوال بپرسی؟ تو آماده کرد، فانتزی بود برم. آماده کرد، خیلی خوب. چه نسبتی با هم داشت؟ نمیدونم. پسرخالن، هر ستاشون. هر ستاشون پسرخالن. آره. با هم اینا چه؟ خیلی باحالن. یه خانواده دانمارکیه که خاندان سلطنتی دانمارک دختراشون رو به ازدواج پادشاه‌های اروپا در می آوردن. بعد این سه تا پسرخالن، یه مادر بزرگ داره. چه عجیب. بعد خود ویکتوریا، ملکه ویکتوریا، خیلی فک فامیل تو اروپا زیاد داره. چه عجیب. آره. نمیدونستم. سر بی صاحب تراشیدن یعنی چی؟ ضرب المثل.
سر بی صاحب تراشیدن نمیدونم نشنیدم کلکی کردن و اینا نمیشه بهش میاد که مثلا اینجوری باشه که طرف کاری رو با بی مسئولیتی انجام دادن میگن انگار سر بی صاحب داری میتراشی کلکی میکنه دیگه حالا شعر بفرمایید آسمان بار امانت نتوانست کشید قرعه فال به نام من دیوانه زدن نشان عهد و وفا نیست در تبسم گل بنال بلبل عاشق که جای فریاد است یه دونه دیگه هم داشتم بگم بله یه دونه دیگه حفظ کرده بودم چیز دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم و در این کار دل خیش به دریا فکنم بعد بقیه چی بود اصلا اب نداره آقا آره بهتر بود کامل حفظ کرده بودم خانم بهتر بودم آقا بهتر بودن دلشون شکست خب اجازه بدید من به هر طور مهمان داریم چه مهمان عزیزی چقدر دوستشون می‌دارید چه بازیگر درجه یکی در تئاتر، تلویزیون و سینما خانم رویا میرعلمی خیلی خوش آمدید. خیلی ممنونم. خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین. اگر سلامی هست بفرمایید. خواهش می‌کنم. من سلام عرض می‌کنم به شما. خواهش. تماشاچیان عزیز و محترم که اینجا حضور دارم و همچنین تماشاچیانی که از تلویزیون ما رو می‌بینن. بله، خیلی خوش آمدید. متشکرم. خیلی ممنون. مرسی. چی شد که دعوت ما رو قبول کردین؟ آقای مدیری، یه چیزی براتون بگم. الان که خیلی استرس دارم. مثل استرسی که سر کنکور داشتم. چه نه من که سوالم آسونه به خود آره بعد به من که زنگ زدن اولین چیزی که به من گفتن که دعوتی به این برنامه گفتم من از آقای مدیری میترسم یا خدا چرا من اصلا چه چیز ترسناکی بعد همین الان که بیرونم با شما یک مواجهه‌ای داشتم متوجه شدم چقدر اشتباه میگم خب ولی خب شخصیتتون از بیرون کاملا یه شخصیت جدی کاریزماتیک نه به خدا از این مدلایی که توی سریالاتون هستین نه به خدا نه 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 من سعی میکنم که خوب باشم امشب خواهش میکنم شما همیشه عالی هستید سوالای آسون بکنم و چشم سنتون رو بگین همین اول کاری بله حتما من متولد دهم شهریور 1357 هستم در شهر قزوین 57 میشه بله. 40 سال 42 سال 42 سال بله 42 سال خیلی بله. هم عالی چه جوریه 42 سالگی خیلی جالبه من اصلا برای خودم دیگه سن مطرح یعنی سنم مطرح نیست خیلی و احساس همچنان جوانی و شادابی دارم خیلی چون آقایون میگن یه بحران 40 سالگی دارن و اینا خانم ها دارن ندارن من ندارم ندار. خیلی هم خوب خیلی هم عالی و خیلی بازیگر فوق العاده ای هستین شما خصوصا در تئاتر خیلی ممنونم بسیار درخشان و درجه یک مشغول تئاتر این روزا بودین که قطع شد یا بله. مشغول سریال یا من اول اسفند با آقای رحمانیان اجرا داشتم آه. که متاسفانه به خاطر شیوع کرونا ایستاد کارم متوقف شد بعد هم که الان در حال حاضر در سریال 021 به کارگردانی مشترک آقای سیامک انصاری و جواد رضویان مشغول بله بله شروع شده کلیت زدیم؟ بله 14 روزه که ما کلیت زدیم خوب پیش میره؟ بله خدا رو شکر خیلی هم عالی و طراحی صحنه خوندین بله. به طراحی صحنه علاقه داشتین و چرا اون کار رو یعنی به جدیت بازیگری پیگیری نکردین چون که دیدم نمیتونم واقعا و حالا سالهای بدی بود که خانواده‌ام خیلی موضع داشتن نسبت به این ماجرا ولی خدا رو شکر
بعد از مدت ها رفت شد. یعنی اولش قول دادن که من بهشون قول دادم که فقط تو تئاتر باشم که کسی متوجه نشه. آها بعد ولی بعد دیگه اومدم تو تلویزیون و بعدن کنار اومدن و الان خوشحالن. خیلی خوشحالن بله و دیدن هیچ اتفاق عجیبی نیست. خیلی هم بله و همین اتفاق هم باعث شد که خیلی از حالا بستگان دخترها و پسرهای جوان بخوان این رشته رو دنبال کنن. آها فامیل. آها آها خب. بستگان. خب و از کجا شروع شد بازیگری؟ با چه کاری؟ و من وارد دانشگاه که شدم بلافاصله در کار آقای کیانی یه نمایشی بود، اونجا بازی کردم که سالن تجربه استاد سمندریان اجرا رفت در جشنواره دانشجویی سال 77 و بعد هم که دیگه به صورت جدی از سال بعدش در سالن تئاتر شهر و بعدم به شکل مستمر ادامه یافت. بسیار و با کار سروش صحت فکر می‌کنم خیلی دیده شدیم. بله بله من با سریال شمدونی آقای صحت خیلی حالا به هر حال مورد توجه قرار گرفتم و بعد هم که با لیسانسه های آقای صحت توی هر سه تا لیسانسه ها بودیم. بله بله, بله بودم. خیلی هم عالی. کار با سروش چطوره؟ فوق العاده. آره. سروش خیلی مهربون و دوست داشتنیه، پر انرژی، منعطف و اینکه به هر حال خیلی با بازیگر تعامل داره. بله. در روند کار کردن و شکل گرفتن فیلمنامه خیلی در تعامله و لذت بخش واقعا کار کردن بایش. آره واقعا عرض کنم که سال هاست که تئاتر کار میکنین و هفت بار اگه اشتباه نکنم کاندید بهترین بازیگر شدی. بله در جشن بازیگر هفت بار کاندیدا شدم ولی هیچ وقت جایزه نگرفتم. البته این جداه، این جشنیه که برای بازیگرای تئاتر برگزار میشه ولی در جشنواره فجر تئاتر جایزه گرفتم. گرفتی برای چه کاری؟ کار آقای کیانی رژیسورها نمیمیرند سال 79 بود، کار زمان لرزه سال 91 جایزه اول بازیگری فجر رو گرفتم. چقدر عالی. الان بهترین الحمدلله یکم گذشت. آره خدا رو شکر ولی واقعا فشارم افتاده بود. اونجا اون تمیز ضد عفونی شده. بله مرسی بردن. خیلی ممنون. با اول دستم داره میلرزه. خواهش معذرت میخوام. نه خواهش میکنم. ازدواج کردین؟ بله. چی شد؟ خب تو دانشکده با هم آشنا شدیم، برشون بازی میکردم و میگه اونجا بیشتر ارتباطمون بیشتر شد. آره. بعدش هم که دیگه منجر شد به ازدواج. کی چی گفت اول؟ واقعا من یادم نمیاد. من چیزی گفتم یا اون چیزی گفت؟ یهو دیدین سر سفره عقد. و یکی چیزی گفت. نه اون زمان واقعا میدونی چی، مثلا یه ارتباطی پیش می اومد بعدش هم به خانواده ها میگفتیم بعدش هم فکر میکردیم که باید ازدواج کنیم دیگه. چه سالیه؟ این دقیقاً ببین من 78 یعنی 77 که وارد کارشون شدم، چهار فروردین 79 ما با هم ازدواج کردیم. و یادتون نیست کی اول چی گفت؟ نه. نه واقعیتش نه، خیلی مثلا اتفاق عجیب غریبی نبود. آه. عشق سوزان و از این چیزا آه نبود. نه دیگه مثلا اصلا این برنامه پخش میشه. خب هر جور صلاح میدن. و یکی از کارگردانه درجه یک هنیشون. بله در حوزه تئاتر و اولین استاد بازیگری که به من واقعا بازیگری رو یاد دادن خودشون بودن، چون من واقعا هیچ چیزی از بازیگری نمیدونستم. وارد دانشکده شدم تئاتر میخوندم و واقعیتش ایشون خیلی به من کمک کردن. و زندگی خوبه؟ همه چی خوبه؟ خدا رو شکر. خیلی خوب. خیلی خوب. و فرزند؟ بله یک پسر دارم. پسر چند ساله؟ تیر ماه 13 سالش تمام میشه. عزیزم 13 سال. بله. چی کار میکنه؟ چی دوست داره؟ آیندهشو چی بله میبینی؟ بله بیش از حد عاشق فوتباله و فوتبال. دوست داره فوتبالیست بشه. و اجازه میدین؟ بله چرا که نه. با کمال میل. البته تغییر میکنه. بله ولی بچه‌ها تو این سن تصمیمات عجیب میگیرن ولی به مرور. من گذاشتم به اختیار خودش. بله. هر جور که دوست داره. خیلی هم عالی. و زمان مدرسه هم خیلی شما آره شر بودین و شیطون بودین.
اتفاقا نه آقای مدیر، ببین من خیلی دختر خجالتی، کم حرف، کم رو، و یادم که روز اولی که وارد مدرسه شدم هی اومدم با من حرف زدم، بچه ها خیلی شیطون بودن، دخترهای سرزبوندار بودن، من یه گوشه وایستاده بودم و نگاه میکردم و تنم داشت میلرزید مثل همینجا. بعد اومدن هی به من گفتن که چرا هیچی نمیگی، دوتا بچه شهر بودن، قشنگ قیافشون هم یادمه، دوتا خواهر بودن، دو قلو نبودن، به فاصله مثلا 9 ماه با هم اختلاف سن داشتن، ولی 9 ماه 10 ماه اینجوری بودن. اون دوتا رو هم یادم، اومدن هی به من زدن چرا حرف نمیزنی، چرا، گفتن این لاله. و یادم بچه ها دوره من جمع شده بودم مسخره میکردم منو، چه خاطره قشنگی بود. آره به خدا، بعدش که دیگه من هیچی نمیگفتم، من همینطور وایسادم، ولی یادم یه بغض انقدی تو گلوم مونده بود تا این حد. آره آره. خیلی خوب، از یعنی کی بهتر شدین، خوب شدین؟ ببین من خجالتم همچنان هم هست، ولی انقدر سعی کردم رو خودم کار کنم و به هر حال رو اعتماد به نفسم. من زمانی که آقای مدیر وارد صحنه تئاتر که میشم هیچ گونه خجالتی دیگه ندارم، هیچ گونه، ولی جاهای دیگه باز یه ذره اون ماجراها اذیتم میکنه. آره میفهمم. تو تئاتر هم خیلی آسیب دیدین. آره خیلی زیاد، به شدت آسیب دیدم، آسیب در حد جدی. ورزشکاران حرفه‌ای بله. در تئاتر صدمه می‌بینید، حتی بیشتر ورزشکاران حرفه‌ای. پسرم همیشه میگه تو مامان چرا انقدر مصدوم میشی، یه فوتبالیست انقدر مصدوم نمیشه، همیشه بلا سر پا میاد. حالا ماجرام مثلا سال 92 16 دی ماه 1392 که یه تئاتر بازی می‌کردم به نام در شورزار، لای میله های داربس پام گیر کرد و از 11 جا پای من شکست و زد تمام اعصاب پای من رو قطع کرد و یک اتفاق عجیب افتاد که بعد از عمل جراحی من دیدم مچ پام هیچ حسی نه، یعنی پای من هیچ حسی نداشت. من نگاه میکردم گفتم خدایا چرا هیچ سیگنالی از مغز من به پای من نمیرسه. بعد به دکتر گفتم، دکتر گفت نه چیزی نیست، خوب میشه و اینا. بعد هی دیدم نه خوب نمیشه، این ماجرا ادامه داره همچنان. و من خیلی مدیون آقای صحت هستم واقعا، با اون شرایط گفتن که بیا سر کار، چون ما قبلش صحبتامونو کرده بودیم راجع به اون نقش و اون کاراکتر و اینا، و باز با وجود اینکه اینجوری بودم گفتن نه میخوام که باشی. و خیلی خیلی فیلمنامه رو عوض کردن، خیلی میزانسنا رو بر اساس شرایط پای من که نمیتونستم راه برم، ولی خب خیلی اتفاق بدی بود و خیلی درگیرش شدم چون اعصاب اصلی پام قطع شده بود. به شدت فیزیوتراپی، کاردرمانی، دکترهای مختلف و میگفتن نه عصبی بر نمیگرد. و یه خاطره بگم براتون خیلی جالب بود، من مدام بعد میرفتم پامو چک میکردم که ببینم اعصاب پام برمیگرده یا نه. رفتم مطب یه دکتری، ایشون خیلی هم دکتر خیلی ورزیده و چی میگم مجرد. آره اینجوری بودم و این سوزنهای بزرگ رو میکردن داخل پای من و هیچ عصبی رو دریافت نمی کردن و همونجا به من گفتن که دیگه این با این شرط کنار بیا. و میدونین چجوری، مچ پای من کامل افتاده بود و هیچ حرکتی دیگه نداشت و یه جوری باب رون از قسمت بالای پا کمک می گرفتم و پاو می زاشتم راه می رفتم. من شروع کردم به گریه کردن، وارد سالن انتظار شدم، از شدت گریه وحشتناکی که من می‌کردم خیلی مثل سریال شما بود قشنگ، همه اون مریضا باورتون چه شروع کردم به گریه کردن. و منشی منو آروم کرد، داشت شونه های منو میمالید، آب میداد، من گریه و دیدم که تمام آدم ها دارن هم حقیق میزن و دستمالاشون دارن کیفشون در میارن و آره اشکاشون پاک میکنن. صحنه عجیب. آره و دیگه خوب شد؟ نه خوب نشد آقای مدیر، ولی من سعی کردم که به هر حال با تمام قوا و قدرتم سعی کردم یه اتفاقی بیفته برام که حالا خیلی کسی متوجه نشه که این مشکل رو من دارم. فرزند روی کارتون تأثیر گذاشت اومدن؟ بله خیلی زیاد و من فکر میکنم تأثیر مثبت. مثبت؟ بله به شدت. یعنی در کار محدود شدین حتما دیگه؟ بله اون اوایلش چرا، یک سال و نیم دو سال کار نکردم، ولی بعدش که میدونین چون یک مادر شدن به آدم یک نیروی عجیبی میده، یک صبوری میده و یک قدرت و این باعث میشه تو پخته بشی.
و مبارزه کنی به خاطر بچت. و من این اتفاق برام افتاد. چقدر عالی. بچه های امروز چجوری هن؟ شما اینقدر نزدیک سر و کار دارین؟ بچه های امروز آقای مدیری خب خیلی با نسل من فرق میکنم، نسلی که خودمون گذروندیم. اولا که خیلی شرایط براشون فراهم و مهیاست همه چی، و صبح تا شب دارن گیم بازی میکنن و الان که مخصوصا مدارس که اینجوری شده و اینا بازی های آنلاین، و روابطشون خیلی فرق میکنه. موزیکی که میشنوم با موزیکی ما گوش میدادیم فرق میکنه، ادبیاتشون فرق میکنه خیلی. ولی خب دوست ندارین اینا رو؟ نه من با یعنی تمام کاری شاید... میکنید که عوض بشه یا نه؟ نه من عوض نمیکنم، سعی میکنم که راه درست رو بهش نشون بدم. دغدغتون چیه برای آیندهش؟ بیشترین نگرانیتون چیه؟ نگرانی که دارم من اصولا فکر میکنم که خیلی چیزی که برای بچه‌های این دوره زمان مهمه این که شادی از هر طرفشون تزریق بشه، برای اینکه موفق باشن، برای اینکه سرحال باشن، برای اینکه در آینده تصمیمات درست رو بگیرن، راه درست رو برن. و سعی میکنم همیشه برایش یه فضای شاد رو ایجاد کنم. بله این کار رو هم دغدغم اینه که غمگین نباشه، دغدغم اینه که افسرده نباشه، چون شادی به من فکر کنم خیلی اعتماد به نفس بده به آدم. کاملا. شما هم کودک درونتون فعال و زنده است؟ بسیار زیاد. بله. خیلی خوب. در 7 سالگی یک اتفاق برای برادرتون؟ بر برادرم؟ بلایی سرش رو بردین دیگه. وای 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 نگین، من الان عذاب وجدان میگیرم، خیلی وحشتناکه اصلا. اینو هر بار که فکرشو میکنم میخوای نگین من بگم؟ نه بکنم شما بگین. نه نه اگه ازیادتون میکنه. نه ببینین چی کار کردن که خودش میدونه و اینجا اصلا نمیتونن بگن، منم نمیتونم بگم. آره آره خیلی اصلا فاجعه است. آخه آره نگم. خیلی خوب. بعد فرمودین خیلی خجالتی و اینا بودین. نه میدونیم برادر من خب به خاطر اینکه 7 سال از من کوچیکتره، بعدش که دنیا اومد خب اصلا هیچکی به من توجه نمیکرد. آه اثر حسودی بوده. آره واقعا. آره خب بعد بچه مثلا 6-7 ساله خب دلم میخواست توجه بده، فکر میکردم اون داره چی. البته اون 1 سالش بود اون کار فجیع رو من باش انجام میدادم. نه اصلا نمیگیم چیکار داری مثلا. اصلا چه کاری واقعا چی اصلا چه کاری؟ آره بدتر شد. ولی اصلا اگه میگفتیم بهتر بود تا این چیزی که الان گفتیم. آره چی کار میکرده با داداشه. آره ولی خب واقعا اصلا نادونی و بعدش یه عذاب وجدان وحشتناک گرفتم. نه بچه دوم وقتی میاد اگه حواس آدم ها به بچه اول نباشه خیلی خیلی تأثیر بد میذاره، چون حسادت میکنن و اون کاری رو میکنن با برادرشون که ایشون. بله پسرتون هم همجور شیطونه؟ آره پسرم هم به هر حال شیطنت های خودشو داره. خب بله عرض کنم که و یه فوبیایی به گربه دارین؟ وحشتناک آقای مدیری، انقدر فوبیا دارم که نمیدونم چرا همیشه سر راه من سبز میشه. میگن هر چی آدم بترسه اون رو جذب میکنه. دقیقاً این اتفاق برام میفته. حالا مثلا فکر کنید تو صحنه تئاترم بعد گربه بیاد همون صحنه که من دارم میرم، و من باور کنید که مثلا 2 بار یادمه که نرفتم تو صحنه، یعنی باید میرفتم توی صحنه دیالوگ میگفتم نرفتم، بچه‌ها منتظرشم، من چون اصلا نمیتونم، دست خودم نیست و واقعا بازی نمیکنم، ادا هم در نمیارم. حالا این فوبیا چیزیه که قطعا حل شدنی، ولی من نتونستم حلش کنم. چیزی از کودکی نیست؟ یعنی نمیدونین چیزی ریشه ای داره یا نه؟ قطعا ریشه ای داره ولی خودم نمیدونم. بله خب خیلی اصلا یه چیز ملوس قشنگ مهربونه، کاملا متوجه هم، ولی این ترسی که در من وجود داره. خیلی گفتم برو دکتر درمون میشه، قرص بهت میدن و اینا، ولی نمیدونم حالا شاید این کارو یه روزانه. آره ببین گفتم قرص میدن، یعنی قرصای مخصوص گربه هست. قرص نترسی داره گربه نیم گربه گفتن قرصای میدن آنتیکت میگن بشه. من تا حالا نشیده بودم گربه قرص داره اصلا. خیلی خوب. همکاری با همسر چطوره؟
احساس خوبی دارین. آدم ها به هر حال میگن از دیدن هم از دیدن زیاده هم خسته میشن، حالا اینکه هم خونه هم سر کار. بله. یه ذره مشکل سازه یا نه؟ خب سر کار که خیلی جدی و حرفه‌ای هستیم. اصلا انگار نه انگار که روابطی وجود داره، واقعا اینجوری نیست. یعنی بچه‌هایی که کار کردن با همون میدونن کاملا. منم یه بازیگرم مثل بقیه بازیگرها، کارمون باید همون جوری که بقیه بازیگرها انجام میدن انجام بدن. توی خونم یه رابطه 21 ساله چجوری میشه؟ درست اونجوری دیگه. متوجه شدم. متوجه این برنامه پخش میشه، نمیدونم چی قراره بشه. نه دارم صادقانه حرف میزنم. آره خیلی خوبه، خیلی خوبه. کتاب هم چاپ کردن همسرتون؟ بله. از کتاب ها بگین. نامه، بله، یک نمایشنامه هستش به نام بیداری خواهی نسوان که در، حالا بخوام زمانش رو بگم، در دوره پهلوی اتفاق میفته. و نمایشنامه همسایه آقا که معاصر هستش و داستان یک خانواده که در یک امامزاده ساخت برای من مثل یک خونه امنه همیشه. و اینکه احساس میکنم که خیلی کمک میکنه برای اینکه هر از گاهی ریکاوری بشم از هر لحاظی، به هر حال از لحاظ بازیگری یا از لحاظ اینکه از لحاظ روحی. خیلی دوست دارم، ولی اصلا اینجوری نیست که بگم نه تلویزیون دوست ندارم، سینما دوست ندارم، نه، همه در جایگاه خودش برام عزیزه و بسیار دوست داشتنی. ولی خب تئاتر برای من، بله، و هر تئاتری دیگری فکر میکنم. بله بله. در سینما کمتر فعالیت کردی؟ بله. این عمدی بوده یا نه؟ عمدی نبوده آقای مدیری. خب شاید اصلا دوست ندارم به من پیشنهاد بدم. آره. خب چند تا سوال بپرسم با بله یا خیر؟ بله. سر کار حرفتون هم شده با هم؟ بله. بله. تو خونه هم؟ بله. مگه میشه؟ تو پارک؟ تو پارک؟ پارک؟ هزار سال پارک نرفتیم. حالا آدم زودرنجی هستی؟ خیلی. خیلی؟ بله. و یه به اون یه ضعفش نگاه میکنین یا نه؟ نه. خیلی باید مراقبتون بود؟ نه، خیلی من اصولا حل میکنم همیشه اینجور مشکلات رو تو خودم حل میکنم. من میدونی چیه؟ احساس میکنم که آدم ها اگر با آدم خوبی میکنن لطف میکنن، و اگر که بدی میکنن یا اصلا نگاهی ندارن به تو، وظیفه ای ندارن. تو خودت هستی و خودت، و این اتفاقات خیلی نباید آدم ها رو از مسیر اصلیشون منحرف کنه. درست. هرچی آدم ها بیشتر رنج بکشن بیشتر موفق میشن؟ نه. نه. راه 100 ساله رو در یک شب رفتن اعتقاد دارین؟ نه. نه. در ازای چیزی حاضرین کارتون رو کنار بذارین؟ نه. هیچ چیز؟ هیچ. به خاطر یک نقش فوق‌العاده هیچ دستمزدی نگیرین؟ خیلی فوق‌العاده باشه. حدود 62-63%. چجوری بگم؟ میزانشو چجوری بگم؟ خیلی فوق‌العاده باشه. آره. ولی حاضر نیستین اصولا، اینجوری فهمیدم الان. مگه یه چیز عجیب غریب؟ خیلی دیگه فوق‌العاده باشه دیگه. متوجه شدم. وگرنه برای چی باید دادم دستمزد نگیر؟ معذرت میخوام باشه. من اشتباه کردم. کتاب صوتی هم کار کردین؟ بله. خیلی جذابه کتاب صوتی. بله، نه برای کسایی بسیار که کتاب نمیخونن و اینها. و من هم میگم دیگه، دیدین تو برنامه هم میگم کتاب بخونید، ولی نه اصلا خیلی هم کتاب نخونن، گوش میشه گوش داد، یعنی یه سی دی گذاشت کتاب شنید، این باز راحت تره. اهل کتاب خوندن این؟ بله. بله. و فیلم زیاد میبینین؟ فیلم هم میبینم. بله. خب تست بازیگری دادین؟ تست بازیگری یک بار همون برای آقای کیانی، اما اولی که میخواستم وارد تئاتر بشم. اولین بار؟ بله. نه اصلا سخت نیست. باشه. چون خیلی کوتاهه. بله.
وقتی یه چیزی خیلی کوتاه یا خیلی سخته یا خیلی آسون، اصلا وسط نداره، که این گوی از خود راضیه. همین این گوی از خود راضیه. الان شما از خود راضی بودی؟ نه، خواستم بهش بگم ولی چی فکر کردی؟ مثلا فکر چه خبره مثلا؟ نه من از این زاویه نگاه نکردم. یه بار دیگه من از این زاویه. دوباره بگم؟ نه، خیلی هم عالی بود. بله. اگه بازیگر نمی‌شدین چی کار می‌کردین؟ اگر بازیگر نمی‌شدم دوست داشتم نویسنده بشم. نویسنده؟ نویسنده یه رمان، نمایشنامه، رمان. برای رمان نویسی اصلا 70 سالتون باشه. چرا که نه؟ خیلی دوست دارم، ولی خب هنوز خودم رو در اون حدی نمیبینم که بخوام این کار رو انجام بدم. خیلی بختا دلنوشته و این چیزها دارم، ولی واقعا به هر حال باید خیلی هم مغز متفکری داشته باشی و هم فضای جامعه، فضای ادبیات، فضای خیلی چیزها رو باید بشناسی که بتونی رمان بنویسی و این کار سختیه. بله. اگر سیاستمدار میشدین، اگر میتونستین چیزی رو تغییر بدین در ایران، اولین کاری که میکردین چی بود؟ کمک کنم. فرهنگی بود؟ سیاسی بود؟ اقتصادی بود؟ قطعا اقتصادی بود. بله. اهل فضای مجازی هست؟ آقای منتیری، آره بودنش هستم، ولی خیلی حالا خودم رو درگیر فضای مجازی نمی کنم و خیلی هم دوست ندارم. حالا به هر حال از زندگی خصوصی یا هر چیزی بخوام در فضای مجازی حرفی بزنم، بیشتر تبلیغ کارها و به هر حال تاشهایی که دارم اینجوری کار میکنم. تو فضای مجازی خیلی علاقه ندارم بخوام خیلی حرف بزنم. خیلی عمالی. آره. و تکنولوژی چقدرش به نظرتون برای انسان مفیده و چقدرش مضر؟ تکنولوژی تا اونجای به نظر من خوبه و فایده داره برای انسان و بشر که فرهنگ استفاده از اون وجود داشته باشه. آدم خوشبینی هستین نسبت به آینده؟ خیلی زیاد. خیلی خوب. آدم سختگیری هستین در زندگی؟ بله، یه سری چیزها برام خیلی مهمه و کلن همیشه تو زندگیم سعی میکنم یه پلنی داشته باشم، نقشه داشته باشم برای راهی که میخوام برم، برای پسرم، برای زندگیم، از هر نظر. آره. و آدم سختی هستین کلن؟ آدم سخت نبودم ولی سخت شدم. شدین؟ بله. میخواین بگین چیزی راجبش؟ خب میدونید وقتی که به هر حال هر برهه از زندگی یک شرایط رو برای تو فراهم میکنه که نگاهت رو عوض میکنه به زندگی، نوع برخوردات، طرز فکرت، روابطت، و اینکه احساس میکنی که خب خیلی چیزها رو تو نباید صادقانه بیان کنی یا اینکه نظر تو خیلی صادقانه. نمیخوام بگم حالا خیلی آدم محافظه‌کاری نیستم، ولی خیلی سعی میکنم که حواسم جمع باشه. اصولا خیلی با آدم ها قاطی نمیشم، خیلی نه اینکه بگم اونها ایرادی دارن، نه، خیلی محدود دایره دوستام، نزدیکانم و کسانی که باهاشون رفت و آمد دارم. حالا حرفایی که بخوام بهشون بزنم، حرفای خصوصی که بخوام بزنم، در حد یک نفر دو نفر بیشتر نیستن که تو زندگیم وجود دارن. احتمالاً لطمه خوردین از این باب؟ بسیار زیاد. بله. هیچ وقت به این فکر کردین که اگر میتونستین برگردین به گذشته و چیزهایی رو درست کنین؟ خیلی ماجرا فکر کردم آقای مدیری، ولی فکر کنم هر چیزی که در زندگی آدم اتفاق میفته تجربه‌ایه. نه، شاید در گذشته اینجوری فکر میکردم، باید اگه برگردم، الان دیگه به گذشته اصلا فکر نمی کنم و همش تمرکزم روی آینده است و روی اینکه اون اتفاقاتی رو که دلم میخواد در این مقطع کوتاهی که دیگه از عمرم باقی مونده انجام بدم.
42 58 سال مونده تا 100 سال نمیدونم. خب مثلا آدم چه میدونه دیگه. 58 سال مونده. مرسی. و بزرگترین رویایی که دارین چیه؟ من خیلی دوستم توی هنرم، توی حالا اون، یعنی منظورم این که تو چیزی که انتخاب کردم و حرفم شده ماندگار بشم و به خصوص در تئاتر خیلی برام مهمه که اون چیزی بشم که واقعا همیشه از اول در ذهنم بوده و هنوز به اون جایگاهی که دوست دارم نرسیدم. آموزش هم میدین؟ خیر. خیر. آموزش نمیدم. تا حالا افسرده هم شدین؟ بله. شده. سر ماجرای پام آقای مدیر من خیلی افسرده شدم چون خب سلامتیمو از دست داده بودم. ولی واقعا میگم این رو که اگر رویایی وجود داشته باشه، یک رویایی هست که قبل از آسیب و مصدومیت پا و یکیش بعدش، و اون واقعا منو ساخت و نگاهم رو به زندگی عوض کرد و باعث شد من آدم صبوری بشم، آدمی بشم که خیلی حرف دیگران برام اهمیت نداشته باشه. وقتی که این اتفاق برای من افتاد آقای مدیری، من یادمه وقتی که توی ماشین میشستم و نمیتونستم موقع راه برم با عصا، من یک سال دستم عصا بود و یه برسای مخصوصی میپوشیدم که بتونه پام رو حرکت بده و بتونم راه برم. من تمام مدت مثلا تو ماشین میشستم نمیتونستم رانندگی کنم، تمام مدت من به پاها نگاه میکردم تو ماشین و متوجه مشکلات پاهای آدمام شده بودم. این پاشو چجور برمی، این مثل منه، این عصب نداره، اون اینجوریه، اون اینجوریه، و به کفش فروشی ها نگاه میکردم آیا من میتونم دوباره کفشی که مورد علاقمه بپوشم. بعد که عصامو گذاشتم کنار، پام یکم مشکل داشت و نمیتونستم درست راه برم، خیلی استرس میگرفتم، فکر میکنم همه آدم ها نگاهشون به پای منه و من اینکه الان مشکل دارم، دارم راه میرم، همه دارم به من نگاه میکنم، این چرا اینجوری لنگ میزنه راه میره. ولی بعد خیلی عوض شد نگاهم به زندگی و واقعا فکر میکردم که آدم هایی که حالا فکر کنید، نمیخوام شعار بدم، اصلا دوست ندارم اینجور آدمم نیستم، ولی واقعا فکر میکردم که آدم هایی که تو جنگ پاشون رو از دست دادن، دستشون رو از دست دادن، سلامتیشون رو از دست دادن، هیچ وقت مثل تو اینجوری فکر نکردن، اینجوری نگاه نکردن به زندگی که تو فکر میکنی دنیا دیگه تموم شده. برای من دنیا تموم شده بود واقعا اون موقع و مدام گریه میکردم. یادم سر سریال قبل اینکه بریم سر پلان مثلا من گریه میکردم، موقعی ساعت میومد من آروم میکردم، بچه ها میومدن من آروم میکردم و میرفتیم یه پلان سکانس خیلی کمدی مثلا باید بازی میکردم. و بعد فکرم که نه اینجوری نیست، اصلا چرا اینجوری نگاه میکنی، مگه چه اتفاقی افتاده. و بعد دیگه تلاش کردم، سعی کردم که کار کنم روی سلامتی پام، دوباره رفتم دویدن رو یاد گرفتم، دوباره رفتم رانندگی رو یاد گرفتم که با این پا چجوری میشه رانندگی کرد، چجوری میشه ترمز کرد، چون پای راستم با بردارم از روی مثلا کلاش بذارم روی از روی گاز روی ترمز کلاشو این بری دیدم. بعد دیگه خیلی به هر حال زندگی منو عوض کرد این ماجرا. خیلی عالی. این سریالی که الان مشغول شدین چند قسمته؟ چیزی که به ما گفتن 100 قسمت. 100 قسمت. بله. بله. 4 فصل 25 قسمتی و برای تلویزیونه و از کارهایی است که هر شب پخش میشه. بله قرار این اتفاق بیفته. بله خیلی هم عالی. و شما در کل کار هستین؟ بله. خیلی خوب. خیلی هم عالی. خستتون کردم؟ نه خیلی خیلی، من واقعا خیلی شما رو خسته کردم. مرسی. به هر حال ممنون از شما. واقعا دیگه استرسم تموم شد. خیلی خوب. خب اگه تموم شده بذارین سوال بپرسم. آره حستون رو به این چیزهایی که عرض میکنم بفرمایید. تبعیض جنسیتی؟ بی فرهنگی. خواهر؟ همه دنیای آدم. عشق؟ یه حس زیبا و
پر از هیجان و تراژیک. ایران، قلب. کار دوبله هم انجام دادین؟ بله. چی تعریف میکنی دوبله رو؟ دوستش دارین؟ بله خیلی دوست دارم و اینکه خیلی کار سختیه خیلی. و البته یه انیمیشنی رو من دوبله کردم برای آقای خیاط. فکر میکردم خیلی کار راحتیه ولی دیدم نه، خیلی سخت، خیلی مشکله. منم یه زمانی فکر کردم خیلی راحته ولی خیلی سخته، خیلی کار سختیه. یه جایی راجع به قضاوت یک جمله گفته بودین که این روزا خیلی زیاده. بله. قضاوت شدن و قضاوت کردن خیلی زیاد شده. بله. یه چیزی بگین راجع بهش. معتقدم تا با کفش دیگری راه نری نمیتونی در موردش نظر بدی، حرف بزنی. آره، یعنی خیلی برام این ماجرا تو زندگی مهمه که اصلا به من ربطی نداره. ما بقیه آدم های دیگه چی کار میکنن، چه جوری میخوان زندگی کنن، چه جوری لباس بپوشن، چه جوری، خیلی به من ربطی نداره. آره، و خیلی متاسفانه این روزها بله به شدت و در فضای مجازی که دیگه بیداد میکنه این ماجرا. بین هر کدوم از این دوتایی که عرض میکنم یکی رو انتخاب کنین، تئوری یا عملی؟ عملی. دانشگاه یا تجربه؟ دانشگاه. تئاتر، تلویزیون؟ تئاتر. علم یا ثروت؟ اسب دوراهی خیلی سختیه. قطعا دیگه تو این وضعیت ثروت، چون ثروت که داشته باشه همه جور علم هم داری دیگه، دکتره همینجوری میذارن تو پاکت میفرستن در خونه. اونجوری آره. نه، علم واقعی رو و ثروت. علم واقعی، من به نظرم کسی که علم واقعی داشته باشه میتونه به ثروت هم دست پیدا کنه. چرا که نه؟ علم یا ثروت؟ ثروت. ثروت. اگه پسرتون شغلی رو که شما دوست ندارین، متنفرین، بخواد سراغش بره، چی کار میکنه؟ باش گپ میزنم، بهش میگم که نکن این کارو. فایده نداره. بعد دیگه میگم حالا برو دیگه. برو. خیلی خوب. شنیدم کارن اینجاست. بله. سلام عزیز دلم، چه خوش تیپه کارن. مرسی. مرسی، خیلی ممنون. به به. برای کارن. بله. کاش زودتر میدونستم اینجایی عزیزم. ممنونم. اگه شیء بودین چه شیء بودین؟ گیاه مصنوعی. مصنوعی؟ چرا حالا مصنوعی حالا؟ شما که میگین حالا یه... اونم شیء مگه؟ گیاه شیء نمیشه، بی جون باید باشه دیگه. بله. گیاه مصنوعی. آه، چون نمیشه طبیعی باشه گفتید مصنوعی. آره دیگه، چون گفتین شی. اگه چیز بود ترجیح میدادم گل و گیاه باشم، اگه آدم نبودم. و چه رنگی بودین؟ صورتی. صورتی. 10 سال دیگه کجایین به نظرتون؟ 10 سال دیگه توی تصوراتم اون جایی هستم که دلم میخواد. خیلی خیلی محترمانه این بود که به تو چه یعنی به شما چه رب داره. چشم نظره. و چیزی هست که نگفته باشیم اینجا دوست داشتین بگین تو حرفامون نبود؟ خب تمام به هر حال سوالاتی که پرسیدین واقعا فکر میکنم اون چیزهایی رو که فکر میکردم توش بود. خیلی در مورد قضاوت به هر حال بحثیه که این روزها گفتم همینطور که خودتونم فرمودین خیلی نابهنجار شده. خیلی عجیب شده و اینکه به راحتی هم قضاوت میکنن، دشنام میدن. چجوریه من اصلا نمیتونم تصور کنم، چون همیشه فکر میکنم با خودم که به هر حال
اگر تو میخوای به کسی توهین کنی، اون عزیز یک نفری هستش، اون برای خودش شخصیت داره، تو هم یه عزیزی داری به هر حال. چرا فکر نمی کنی ممکنه که به اون آدم، به اون کسی که تو هم دوست داری توهین بشه؟ خیلی امیدوارم واقعا یه روزی ماجرا تموم بشه. درصد پایینی هن آقای مدیری، ولی هستن، وجود دارن. امیدوارم واقعا این مسائل حل بشه، به خصوص در فضای مجازی. خیلی هم نسبت به سالهای پیش به نظر من بهتر شده شرایط، ولی بعضی وقتا واقعا آزاردهنده است، جوری که باورتون نمیشه. مثلا چندین بار خواستم مثلا از این فضا خارج شم، واقعا بدون اغراق میگم ولش کن، بذار اصلا نباشم تو این فضا، خیلی چیزها رو نبینم. انقدر دنیا زیبایی داره، قشنگی داره، حرفای خوب داره، میشه خیلی لذت برد از زندگی. بله. ولی بعضی وقتا آدم اذیت میشه خیلی زیاد. بله درست. و احساس خوشبختی دارین؟ بله خیلی زیاد. خیلی خیلی ممنونم که امشب در کنار ما بودین، به ما انرژی دادین. امیدوارم همیشه همینطور درخشان در کاری که انجام میدید باشید و روز به روز برسید به اون نقطه‌ای که دوست دارین. خیلی ممنونم. و بهترین ها رو براتون آرزو می‌کنم. متشکرم. منم برای شما. خیلی ممنونم. مرسی. متشکرم. یه ایده‌ای هم وجود داره که میگه همدم واقعی انسان طبیعته. اصلا تمام سرگشتگی و ناخوش احوالی انسان از اینجا میاد که رابطه‌شو با طبیعت قطع کرده. تو این آپارتمانا و روز به روز بیشتر در این منجلاب شهرنشینی فرو میریم. من خودم اخیراً یه سفر 48 ساعته داشتم به دل طبیعت. قشنگ متوجه شدم که چرا انسان و طبیعت از هم فاصله گرفتن. اینا رو مسئولین گردشگری کشور لطفاً گوش کنن، شاید به دردشون بخوره. داشتم از طبیعت لذت می بردم، یهو گشنم شد، گوشی رو برداشتم پپرونی سفارش بدم، دیدم تمام رستوران ها رو زده، اصلا خارج از محدوده، فقط یه رستوران حاضر بود بفرسته که اونم هزینه ارسال رو زده بود 1,200,000. بعد لوکیشن خودم رو پیدا کردم، یه دایره آبی بودم بین لکه های کرم و دو تا نقطه سبز. اصلا اگر آمار میدادن که اینجام، اصلا برای خودم خطر داشت. تمام زورگیرای کلان شهرها شبونه به مقصد من حرکت میکردن. متاسفانه مشکلات در طبیعت یکی دوتا نیست. مثلا یه سری جنگل داریم که ماشین از لای درختاش رد نمیشه. البته خب الان با این آتش سوزی ها اوضاع خیلی داره بهتر میشه، دستتون درد نکنه، واقعا خیلی داره بهتر میشه. یه دونه تخم مرغ یادمه میخواستم، بعد 2 ساعت این پامپا میکردم خروسه روشو بکنه اونور که دستم بارم زیر مرغه. خلاصه دیگه دیدم گرسنگی خیلی داره بهم فشار میاره، سریعا دامان زیبای طبیعت رو ترک کردم و به شهرنشینی بازگشتم. خیلی جالبه که به شیر میگن سلطان جنگل. اگه اون سلطان ما چی هستیم واقعا؟ بیچاره از صبح پا میشه، نقشه میکشه، 3 ساعت کمین میکنه، 2 ساعت سگدو میزنه، تهش که خرگوش گیرش بیاد. آیا ما اینجا با پیژامه نشستیم تو خونه، صفحه گوشی رو تاچ میکنیم، گوشت لخم گریل شده گوزن کانادایی رو برامون میارن دم در، تهش میریم کامنت میذاریم که آقا این غذا سرد به دست من رسید متاسفانه، نظرات شما رو بخونیم. شبکه خبر اینجوری شده که بالای صفحه برای زلزله می نویسه، پایین برای کرونا، دست چپ در مورد تحریما،
خود خبر در مورد کشت هندوانه است. مدیری این فرخنده خانم همسایه بغلی ما رو دعوت کن، هم از تنهایی در بیاد هم تو برنامه آموزش مربا میده. مدیری کاش یه مدت تو تلویزیون نبینمت. حمید معصومی نژاد از روم رو دعوت کن. شرایط اقتصادی یه جوری شده که ندای درونم رو گذاشتم توی شرکتی منشی شده، کودک درونم رو گذاشتم سر چهارا فال میفروشه، خودمم با پراید مسافر کشی میکنم، اون روی سگمم بستم توی باغ. یه خانم یا آقا بفرمایید. خانم بفرمایید. بله خب شغل شما خانم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگانتون. من دانشجو کارشناسی ارشد هستم و فعلا میکار هستم. بسیار خوب. چه رشته ای؟ رشته مولکولی و لیسانس ژنتیک. بسیار عالی. شما؟ منم سلام عرض میکنم خدمت شما. مهندس عمران هستم. مهندس عمران خیلی عالی. هنر هفتم کدوم هنره؟ سینما. بله. فیلم اجاره نشین ها اثره؟ سعید سهیل. اشتباه میکنم. سعید سلطانی؟ سهیلی؟ نه آقای مهرجویی. الماس کوه نور توسط چه کسی از هند به ایران آورده شد؟ دقیق نمیدونم. نادرشاه افشار. بله. و اولین مردمانی که مصر را کشف کردند؟ مصر ایرانیان در زمان کوروش. بله. رکورددار کسب توپ طلایی جهان؟ فکر میکنم رونالدو باشه. مسی. کتاب همسایه ها؟ زیاد کتاب نمیخونم. هیچکی نمیدونه مثل این که سکوت سال. متاسفانه. احمد محمود. و شوهر آهو خانوم دیگه خیلی معروفه. اسمشو بگم؟ اسم شوهر آهو خانوم رو بگین. منوچهر بوده. نه شوهر آقا خانم یک رمان بسیار معروف ایرانی از علی محمد افغانی. یک روح در دو بدن یعنی چی؟ یعنی یه شخصی که کلا وقتی که دو تا آدم از نظر روحی خیلی با همدیگه شبیه هستن اینجا میگن یعنی که یک روح در دو بدن. میخواستی بگی؟ یعنی میدونستی؟ نمیدونستی چی جوری بگی؟ آره میخواستم کلمات رو مناسب. آره خیلی خوب. شعر بخونید برامون. چی دوست داری؟ اگه اجازه بدید از حافظ براتون. بله خواهش می‌کنم. ای پادشاه خوبان داد از غم تنهایی، دل بی تو به جان آمد وقت است که بازاری. گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرایت، گفتم که ماه منشو گفت. قشنگ معلومه هر دو حفظ کردید. سهراب هم اگه بخواید. نه سهراب بخونید. بخونم. قایقی خواهم ساخت، خواهم انداخت به آب، دور خواهم شد از این خاک غریب که در آن هیچ کسی نیست، که در بیشه عشق قهرمانان را بیدار کنند. خیلی هم عالی. خانم بهتر بودن، بهتر حفظ کرده بود. آقا بهتر حفظ کرده. هر دو بهتر حفظ کرده. آخه چشم. مرسی. اگر بتونیم اینو بفهمیم که کلن جایی خبر خاصی نیست، خیلی از مشکلاتمون حل میشه. همیشه فکر میکنیم که جایی که خودمون هستیم افتضاحه، اما بقیه مردم کره زمین دارن کیف دنیا رو میکنن. تا وقتی مجرده فکر میکنه تمام معنا و لذت زندگی در تأهله، با بدبختی کارگیر میاره، با جون کندن پول جمع میکنه، بالاخره متأهل میشه، 6 ماه نگذشته درش لک میزنه برای دوران مجردی. همش فکر میکنه رفقای سابقش با هم استخرن به این نگفتن. 2 سال نشده جدا میشه، با دوستاش میره استخر. یه عرض میره 2 تا طول، میاد بیرون یه سیب زمینی سرخ کرده میخوره،
دلش برای همسر سابقش تنگ میشه، افسردگی میگیره، مهاجرت میکنه، میره اونور، یه دکه یه هاتداگی میزنه، سس خردل و مارپیچی میزه رو هاتداگ، میده دست خارجی ها، میگه گود لاک. 50 سالش که میشه حس میکنه که اینجا همون خبرایی که میگفتن نیست. با خودش میگه چیکار کنم چیکار نکنم. برمیگرده در خونه یه همسر سابقش، میگه درسته که موام سفید شده، اما تازه فهمیدم که نمیتونم بدون تو زندگی کنم. دوباره بعد از مدت ها خون توی رگ‌هاش جریان پیدا میکنه، با آینده امیدوار میشه و حسرت روزهای از دست رفته رو میخوره. تا اینکه دوباره گوشیش زنگ میخوره، برمیداره عکسی که براش فرستادن رو باز میکنه، متوجه میشه باز دوستاش رفتن استخر. آره، خسته نباشین، خیلی ممنونم که امشب کنار ما بودین، به ما انرژی دادین، خیلی ممنونم، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. متشکرم، شب بخیر.